بنت نفتالی پس از توافق شراکت قدرت بین 8 حزب سیاسی برای 2 سال صدر اعظم جدید اسرائیل شد. این احزاب اشتراکات اندکی دارند، اما همه خواستار ختم حکومت یک دهه نتانیاهو بودند. ما در شروع روزهای جدید هستیم. مشکلات وجود دارد و الفاظ مبالغ آمیز در کار نیست. مشکلات ما برای ایجاد یک حکومت واحد است که از ما پشتیبانی کند. ما با هم کار میکنیم و شراکت با مسئولیت میداشته باشیم تا بتوانیم به ملت خود رسیدگی کنیم و سریعا کشور را پس از دوره طولانی که فلج شده بود به فعالیت‌های عادی برگردانیم. بلد 49 ساله یکی از متحدین پیشین نتانیاهو بود که بایسی وزیر دفاع بین سالهای 2019 و 2020 کار میکرد. اکنون یائیر لپید وزیر خارجه جدید است. او معامله خلع نتانیاهو از قدرت را میانجیگری کرد. یک روز طولانی بود و کوتاه صحبت میکنم. ما حکومت را به پایه دوستی بنا نهاده ایم و در حکومت به دوستی اعتقاد داریم. ما میتوانیم به همدیگر اعتماد کنیم و همدیگر را برای همکاری مشترک تشویق کنیم. نتانیاهو که با ائتلاف 8 حزبی روبرو شد و شکست خورد، با عنوان رهبر مخالف باقی میماند و به دلیل اتهامات فساد باید محاکمه گردد. طبق اعلامیه‌ای که از طرف قصر سفید منتشر شده است، رئیس جمهور بایدن روز یک شنبه پس از اعلام پیروزی رهبر جدید اسرائیل با نفتالی صحبت نموده است و قصد محکم خود را برای تعمیق همکاری بین ایالات متحده و اسرائیل در خصوص بسیاری از آزمون‌ها و فرصت‌های روبروی آنها در منطقه بیان داشته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.